بررسی روند ریپل و دلایل رشد 40% این ارز. به دنبال جهش 40% قیمت ریپل در چند روز گذشته، این ارز دیجیتال تونست بعد از مدت‌ها به جایگاه ششم بازار برگرده. این در حالیه که سرنوشت پرونده ریپل و کمیسیون بورس آمریکا همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. به گزارش یوتودی، اونطور که از داده‌های بازار پیداست، ارز دیجیتال ریپل با رشد اخیر خودش تونسته از کاردانو و سولانا پیشی بگیره و پس از مدت‌ها مجدداً جایگاه ششم بازار رو تجربه کنه. ۳۳۳ های عزیز سلام، با یه ویدیو دیگه همراه شما ایم. ازتون میخوایم قبل از شروع ویدیو لطفاً به کانال یوتیوبمون سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. تو این ویدیو میخوایم در مورد بررسی روند ریپل و دلایل رشد 40% این ارز صحبت کنیم. پس این ویدیو رو اصلاً از دست ندید و تا پایان همراه ما باشید. ریپل چیست؟ ریپل هم یک پلتفرم و هم یک ارز دیجیتاله. این فناوری بیشتر به دلیل شبکه پرداخت دیجیتالی شناخته شده، اما دارای کریپتوکارنسی مختص به خودش هم هست. پلتفرم ریپل یک پروتکل به صورت متن بازه که به منظور انجام تراکنش‌های سریع و ارزان طراحی شده. ریپل به جای استفاده از سیستم ماینینگ بلاکچین، از یک مکانیزم اجماع از طریق گروهی از سرورها برای تایید معاملات استفاده می‌کنه. تراکنش‌های ریپل در عرض چند ثانیه تایید می‌شن و هزینه بسیار کمی دارن. در مقایسه با بیت کوین که تایید معاملاتش زمان بیشتری طول می‌کشه و هزینه‌های بالایی رو هم شامل میشه. ریپل قصد داره تا بر تمام معاملات بین‌المللی در سراسر جهان تسلط داشته باشه. این پلتفرم نه تنها ارز دیجیتال مخصوص به خود، یعنی همون ریپل یا XRP رو داره، بلکه به همه افراد این امکان رو میده تا از طریق این پلتفرم ارز دیجیتال خودشون رو در ریپل نت ایجاد کنند. دلایل رشد ریپل. تحولات مثبت در پرونده قانونی ریپل و فضای مثبت بازار باعث رشد چشمگیر قیمت XRP شده. آنالیسا تورس، قاضی دادگاه کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مقابل ریپل، به این شرکت اجازه داده تا به یادداشت قانونی SEC برای جلوگیری از ارائه دفاعیه اخطار شفاف پاسخ بده. ریپل در میانه چندین دفاعیه خودش از جمله ادعای اصلی خود مبنی بر اینکه XRP نوعی از اوراق بهادار نیست ادعا کرده، در مورد اینکه فروش ارز دیجیتال XRP نوعی از عرضه اوراق بهادار محسوب میشه یا خیر، شفافیت قانونی وجود نداشته و شرکت اونها در این مورد اخطار شفافی دریافت نکرده. SEC تلاش کرد به این دفاعیه اجازه مطرح شدن نده، اما قاضی دادگاه به ریپل اجازه داده که به اعتراض SEC پاسخ بده. علاوه بر این، قاضی تورس به ریپل اجازه داد تا 3 سند مربوط به پرونده از جمله ایمیل های مدیرعامل ریپل، اعلامیه واریز وجه و ایمیل های کریس لارسن، بنیانگذار ریپل رو به دادگاه ارائه کنه. توییت کریپتولا این موضوع رو تشریح میکنه. دستورات قاضی تورس با استقبال بسیار مثبت بازار روبرو شد و قیمت XRP تقریباً 40% نسبت به هفته قبلش افزایش پیدا کرد و از 58 سنت در 3 فوریه به 86 سنت در 8 فوریه رسید. همچنین زمانی که جرمی هوگان، کارشناس حقوقی شناخته شده، اشاره کرد که پرونده SEC در مقابل ریپل در حال حرکت به سمت حکم نهایی، حرکت صعودی ریپل شتاب گرفت. روند پیش روی ریپل.
از طرف دیگه در حال حاضر میانگین متحرک نمایی 20 هفته‌ای و 50 هفته‌ای ریپل در حال نزدیک شدن به هم هستند. و اگر میانگین متحرک نمایی 20 هفته‌ای از میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای عبور کنه، یک تقاطع مرگ تشکیل میشه که یک سیگنال فروش کلاسیکه. با این وجود اگر قیمت با حجم معامله بالاتر از EMA های مذکور بسته بشه، خطرات فروش مرتبط با تقاطع مرگ محدود میشه. از طرف دیگه ادامه روند صعودی ممکنه باعث بشه قیمت XRP خط روند مقاومتی نزولی رو در نزدیکی 1 دلار و 26 سنت مجدداً آزمایش کنه که تقریباً 50% از سطح قیمت فعلی بالاتره. اظهار نظر یکی از بنیانگذاران خدمات کیف پول ماینپلکس، الکساندر ماماسیدیکوف، یکی از بنیانگذاران خدمات کیف پول ماینپلکس، هشدارهای منفی رو نادیده گرفت و اظهار داشت که پایان نبرد قانونی SEC و ریپل برای XRP مثبت خواهد بود. او همچنین گفته با در نظر گرفتن توقعات درباره اینکه نبرد حقوقی SEC در مورد اوراق بهادار قلمداد کردند، XRP در سال جاری حل و فصل میشه. خریدهای فعلی رو میشه تلاشی برای خرید XRP در تخفیف و انتظار برای افزایش قیمت در طولانی مدت تلقی کرد. اگر روند فعلی تداوم داشته باشه، حمایت هواداران ریپل میتونه قیمت رمزارز XRP رو تا 88 سنت افزایش بده. ریزش ریپل در سال 2020. پس از شکایت کمیسیون بورس از ریپل در دسامبر 2020، قیمت این ارز دیجیتال 70% سقوط کرد و صرافی‌های زیادی معاملات این توکن رو در آمریکا متوقف کردند. ریپل بعدها تونست قیمت خودش رو بازیابی کنه، اما همچنان جزء معدود توکن‌های مهمیه که موفق نشده در جریان روند صعودی ارزهای دیجیتال رکورد تاریخی خودش رو افزایش بده. ریپل تنها رمزارز متمرکزیه که دارای سیستم و شرکت سازمان یافته هست. مقر این شرکت در کشور آمریکا بوده و سالهاست به دلیل یک سری مسائل قانونی اختلافات زیادی بین مدیرعامل و شرکت ریپل با سازمان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به وجود اومده. نظر شما در مورد آینده ارز ریپل چیه؟ به نظرتون ریپل میتونه به این روند صعودی خودش ادامه بده؟ ممنون میشم نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.